به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دست ما قرار گرفت. وزارت مالیه طالبان میگوید که قرار است بانک جهانی دفتر خود در افغانستان را تا یک ماه دیگر بازگشایی کند. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه طالبان چهارشنبه در یک نوار تصویری گفته که بانک جهانی تعهد کرده است تا ماه اپریل سال 2024 هزینه کار انجام شده پروژه های این بانک را اجرا کند. با گفته وی قرار است 45 طرح ناتمام بانک جهانی در افغانستان از سر گرفته شود. او افزوده است در پی مذاکرات متوالی ما در سال گذشته بانک جهانی پذیرفته است در گام نخست هزینه پروژه های نیمه کاره خود را پرداخت کند. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان شمار زیادی از نهادهای خارجی به شمول بانک جهانی دفترهای خود را در افغانستان مسدود کردند. بانک جهانی نیز در سال 1400 تمامی پروژه های خود در افغانستان را بالت تعلیق درآورد و در سال 1401 شماری از پروژه های خود را در این کشور دوباره از سر گرفت. رابرت جنریک وزیر مهاجرت انگلیس با استدلال مصوبه اضطراری رواندا که دولت معرفی کرده قوت لازم ندارد استعفای خود را اعلام کرده است. او گفته که برای پایان چالش‌های بی‌پایان حقوقی که خطر فلج کردن این طرح را در بر دارد باید تدابیر شدیدتر اعمال کرد. در این حال دولت بریتانیا گفته است که این لایحه که پیشتر رونمای شد روشن می‌کند که رواندا کشور امن برای پناهجویان است، اما این لایحه برخی از خواسته های جنای راست حزب محافظه‌کار را تامین نمی‌کند. آقای جنریک در استعفانامه خود به ریشی سوناک گفته است که نخست وزیر در مورد این مصوبه اضطراری به طرف موضع من حرکت کرده است. او گفت با این حال من قادر نیستم مصوبه پیشنهادی جاری را در مجلس عوام به کرسی بنشانم، چون باور ندارم که بهترین بخت موفقیت را در اختیار ما میگذارد. آقای جنریک افزوده است که این لایحه پیروزی امید بر تجربه است. نخست وزیر بریتانیا در واکنش استعفای آقای جنریک را مایوس کننده و مبتنی بر یک سوی تفاهم بنیادی از مسئله توصیف کرد. او گفته اگر دادگاه ها را از این فرایند حذف کنیم باعث فروپاشی کل این طرح خواهیم شد. او همچنین افزوده دولت رواندا روشن کرده است که اگر طرح بریتانیا بر مصوبه استوار باشد که ناقض تعهدات بین المللی ما قلمداد شود آن را نخواهد پذیرفت. برنامه گسیل برخی از پناهجویان و رواندا با هدف منصرف کردن مهاجران از عبور از کانال منش میان فرانسه و بریتانیا با قایق‌های کوچک تنظیم شده است، اما این طرح به دلیل چالش‌های مکرر حقوقی عقب افتاده است و تاکنون هیچ پناهجوی از بریتانیا به این کشور شرق آفریقا فرستاده نشده است. آقای جنریک از کمپانی رهبری آقای سوناک حمایت کرده گفته است که مصوبه اضطراری آخرین فرصت برای اثبات این موضوع است که دولت هرچه لازم باشد برای متوقف کردن عبور قایق‌های کوچک انجام خواهد داد. رئیس جمهور روسیه عازم ریاض شد و در آنجا با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان دیدار کرد. گفته می شود زمان این سفر تصادفی نیست، چون نگاه دنیا به 28مین اجلاس اقلیمی سازمان ملل متحد یا کاب 28 است که در دبی جریان دارد. نفت، اپک پلاس و جنگ در خاورمیانه و اوکراین از محورهای اصلی گفتگوهاست. گسترش روابط اقتصادی با ریاض نیز یکی دیگر از اهداف مسکو است. قدرت نمایی و سفر پر دغدغه ولادیمیر پوتین به کشورهای عربی. پوتین با اسکورت جت‌های جنگنده روسی به دیدار محمد بن سلمان و عربستان سعودی رفت. رئیس جمهور روسیه چهارشنبه وارد عربستان شد تا با محمد بن سلمان ولیعهد این کشور درباره نفت، غزه و اوکراین گفتگو کند. ولادیمیر پوتین پیش از سفر به ریاض به امارات متحده عربی سفر کرده بود. پوتین از زمان آغاز جنگ اوکراین به ندرت روسیه را ترک کرده است. دیدار پوتین از عربستان سعودی پس از آن صورت می‌گیرد که قیمت نفت علی رغم تعهد قبلی اوپک پلاس باز هم کاهش یافت. وزارت دفاع روسیه هواپیمای ایلیوشین 96 پوتین را در کنار جنگنده‌های سوخو 35S در پرواز از روسیه به امارات متحده عربی نشان داده است. امارات متحده عربی چهارشنبه نیز با جت‌های جنگنده با رنگ‌های پرچم روسیه از پوتین در بدوی ورود استقبال کرد. روسیه که تحت تحریم غرب است به دنبال متحدان در خاورمیانه است.
آخرین دیدار ولادیمیر پوتین از منطقه در جولای 2022 بود که در ایران با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. پوتین قرار است روز پنجشنبه در مسکو میزبان ابراهیم رئیسی امتای ایرانی خود باشد. در سفر ولادیمیر پوتین هواپیمای عامل رئیس جمهور روسیه را 4 هواپیمای جنگی از نوع سوخو 35 همراهی کردند. وزارت دفاع روسیه ویدئویی از اسکورت هواپیمای عامل پوتین توسط هواپیماهای جنگی سوخو 35 در سفر وی به ابوظبی را منتشر کرد. هواپیماهای جنگی سوخو 35 که هواپیمای پوتین را در مسیر سفر به امارات متحده عربی همراهی کردند به موشک‌های R-73 و R-77 مسلح بوده و از توانایی شناسایی و حمله به اهداف هوا به هوا برخوردار است. جنگنده های روسیه در طول سفر پوتین به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی هواپیمای عامل وی را همراهی کردند. پوتین در اولین مرحله از سفر یک روزه به کشورهای حوزه خلیج با محمد بن سلمان آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی دیدار و مذاکره نمود. و خبر فوری که تازه به دست ما قرار گرفت، طالبان همکاران تیم روباتیک دختران افغانستان را بازداشت کردند. طالبان فهیم عظیمی فعال آموزش دختران و همکاران تیم روباتیک دختر افغانستان را حدود 2 ماه پیش بازداشت کرده است. رویا محبوب بنیانگذار تیم روباتیک بازداشت عظیمی را تایید کرد و گفت طالبان او و همکارانش را به اتهام کمک به خروج دختران تیم روباتیک و سازماندهی اعتراضها بازداشت کردند. خانم محبوب گفته آقای عظیمی و همکارانش از 25 جوزا در بازداشت طالبان به سر میبرند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که آقای عظیمی از کارته 4 در ناحیه 3 شهر کابل با یک همکارش بازداشت شده است. به گفته رویا محبوب صندوق شهروند دیجیتال که فهیم عظیمی مسئولان در کابل است، زمینه آموزش را برای هزاران دانش آموز دختر فراهم کرده است. رویا محبوب از مؤسسان این مرکز آموزشی است. او گفته که آقای عظیمی مدیر این مرکز در افغانستان بود. او روز چهارشنبه در صفحه اجتماعی ایکس نوشت که آقای عظیمی مجوز فعالیت‌های آموزشی را داشت و در زمینه کمک‌های بشردوستانه نیز فعال بود. به گفته خانم محبوب، طالبان این فعال آموزشی را متهم به همکاری در زمینه خروج تیم روباتیک افغانستان پس از سقوط کابل و سازماندهی اعتراضها علیه طالبان کردند. رئیس تیم دختران روباتیک افغانستان از نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما و دیگر نهادهای بین‌المللی خواست برای رهایی فهیم و همکارش فوراً اقدام کنند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.